همکارانم آرش علایی از کنگره آمریکا و احمد صمدی از برلین با ما همراه میشن. مستقیم میریم به کنگره آمریکا، جایی که آرش از اونجا با ما سرش فشارها بر دولت بایدن برای اینکه یک اقدام عملی انجام بده مقابل ایران به طرز فزاینده‌ای رو به افزایش بوده در این روزها. ابتدا بگم درست در کنار من سناتور جمهوری‌خواه تد کروز هست، دارم راجع به ایران ازش سوال میکنن، امیدوارم بعد از این لایوی که با شما داشتم بتونم باشون حرف بزنم. داستان این است که قبل از اینکه به این لایو من بیام در گالری مطبوعاتی سنای آمریکا کنفرانس خبری برگزار کرد خانم مارشا بلکبرن نماینده جمهوری‌خواه در مورد آزادسازی دارایی‌های جمهوری اسلامی مخصوصا اون 6 میلیارد دلار، و یک کنفرانس خبری فول بود. بودن 9 نفر از جمهوری خواهان سناتورهاشون حاضر شدن اونجا روی استیج نیوشا و همه صحبت کردن راجع به جمهوری اسلامی، رابطهش با حماس. سناتور لینزی گرام اومد و خیلی جدی راجع به اعلان جنگ با جمهوری اسلامی صحبت کرد و گفت میگوید به جمهوری اسلامی از همین در واقع استیج هشدار میدهد در صورتی که جبهه دومی حزب الله باز کند علیه اسرائیل، ایشون گفت میتونه حساب کند که آمریکا جبهه سوم علیه جمهوری اسلامی باز خواهد کرد. و بنابراین آقای لینزی گرام گفت انتخاب جمهوری اسلامی میتونه یه جبهه باشه یا سه جبهه، و بعد هم ترک کرد سالن کنفرانس و سوالای زیادی خبرنگارا از جمهوری خواهای دیگه در این مورد ازش پرسیدن. به نظر نمی اومد جمهوری خواهای دیگه غیر از آقای ریک اسکات حمایت کافی بکنه از این طرح، از طرح حمله به جمهوری اسلامی. بقیه شون گفتن سناتور لینزی گرام فقط صحبتایی کرد که فکر میکرد توی ذهن خودش هست، ولی جمهوری خواهان به نظر نمی آمد هنوز از این طرح کامل حمایت کنن. با این حال یک نامه دیگری رو هم 113 نماینده کنگره روز دوشنبه فرستادن به رئیس جمهوری آمریکا. 63 نفر از اون نماینده ها نیوشا دموکرات هستن، از دولت بایدن خواستن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی رو سفت بگیره. گفتند جمهوری اسلامی بزرگترین حامی مالی حماس است و انتقاد کردن از رژیم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، از اجرا نشدن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی. 6 میلیارد دلار رو خانم مارشا بلکبرن یک دیستراکشن خون گفت، این حواس پرت کن هست. اون 6 میلیارد اصلش حدودا 110 تا 120 میلیارد دلاری است که جمهوری اسلامی از فروش نفت درآورده است در طول 2.5 سال که جو بایدن در کاخ سفید بوده است. و خلاصه این کنفرانس خبری امروز و نامه‌ای که همونجوری گفتم 60 دموکرات هم امضا کردن به نظر میاد آغاز حرکتی باشد در کنگره آمریکا برای تشدید فشار نه تنها به دولت بایدن بلکه به جمهوری اسلامی و متحدینش در منطقه. ممنونم از توضیحات سارش. اما احمد، اونجا در اروپا انتظار میرفت که چنین تصمیمی گرفته بشه حفظ تحریم ها، به نظر میرسه حمله اخیر حماس به اسرائیل این عزمشون رو جذب‌تر کرده باشه. نیوشا، از قبل از اینکه اصلا این اتفاقات بیفته کشورهای اروپایی اعلام کرده بودن که این تحریم‌ها رو نگه می‌دارن برای اینکه جمهوری اسلامی از مدت‌ها قبل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نمی‌کنه، موضوعی که آقای رافائل گروسی بهش به درستی اشاره می‌کنه و نشانه‌هایی رو می‌بینه مبنی بر اینکه احتمال داره که جمهوری اسلامی بازرسان آژانس رو به یک بار اخراج بکنه و مثل کره شمالی در سال 2009 درها رو ببنده به روی جامعه بین‌المللی و ناظران و شروع کنه به ساختن بمب اتم. و این هشدار رو آقای گروسی بر همین اساس داره ارائه میده، ضمن اینکه خب کشورهای اروپایی هم از مدت‌ها قبل در واقع چالش دارن با جمهوری اسلامی. در سال 2020 نشست کمیته حل اختلاف رو درخواست کردن و از اون تاریخ ظاهرا گفتگوهاشون در خصوص آزمایش‌های موشکی ایران به نتیجه نرسیده، ضمن اینکه در چندین قطعنامه و بیانیه و جلسه‌ای که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم داشت نشون داد که جمهوری اسلامی نمیخواد همکاری کنه. بارها آقای گروسی و بازرسان آژانس رو سر کار گذاشت، بهشون اعلام کرد بیایید باهاتون همکاری میکنم، به تهران فراخوند اونها رو. اما در نهایت شاهد این بودیم که نه تنها پاسخی نداده به سوالات آژانس، بلکه حالا اعلام میکنه که ما بازرسان آژانس رو هم به ایران راه نمیدیم و نمیخوایم که در واقع به نوعی به صورت خیلی سربسته با شما همکاری بکنیم. اینه که در واقع روز انتقالی که فردا قرار بود انجام بشه و بر اساس اون قرار بود
که دو تا کار انجام بشه، یعنی کشورهای اروپایی تحریم‌های موشکی و تحریم‌های اشاعه‌ای رو که شامل 300 فرد و نهاد میشد اونها رو در واقع منقضی اعلام بکنن، این کار رو انجام نمیدن، و از طرف دیگه ایالات متحده هم قرار بود که یک کاری انجام بده از فرده، و اون هم این بود که مصوبه‌ای رو از کنگره دریافت بکنه دولت ایالات متحده که در واقع لغو تحریم‌ها رو قانونی اعلام بکنه، که دقیقاً این اتفاق هم نمیفته و ما شاهد این خواهیم بود که تحریم‌های موشکی ادامه خواهد داشت. اما یه نکته وجود داره و اون هم این هستش که بر اساس متن برجام 8 سال بعد از امضای توافق تحریم‌های موشکی لغو خواهد شد. حالا باید دید آیا جامعه بین‌المللی میتونه مماشات بکنه با جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی میتونه از فردا با روسیه و چین و هر کشوری که بخواد میتونه معامله تسلیحاتی موشکی انجام بده؟ و در واقع باید دید که تاب و تحمل جامعه بین‌المللی چقدر خواهد بود. ضمن اینکه درسته مسئله جنگ حماس و اسرائیل هم میتونه مزید بر علت بشه بر اینکه کشورهای اروپایی بخوان که فشارهای علیه جمهوری اسلامی رو مضاعف بکنند. سپاسگزارم از تو احمد صمدی، همکارم از برلین، و آرش علی دیگر همکارم از کنگره آمریکا با ما.